این برنامه از طرف MTN ماه مبارک رمضان را با کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد. MTN با شما در همه جا. هموطنان عزیز می توانند انواع تولیدات شرکت افغان دوست را ارزان با کیفیت و حلال به دست بیاورند. رمضان مبارک. برای شما تقدیم می گردد.
و نتیجه این تقوی چی میشه؟ و نتیجه این تقوی قرب به خدا هست قرب به خدا هست و لذت قرب به خدا هست و داری میگه فقط چون زمان این دار وقت جمع فقط خاص و رای حرکت ولی در آخر حالا که ما سپاره جای خدا هست اشتی جنت هست دوری از مزار خدا هست از جمع هست ولی در آخر خدا هست و عبادات رو دو قسم تفسیر کردیم. یک قسم تفسیری هست که همه عبادات را بهش که تفسیر میکنیم که یک تفسیر مادی رو میکنیم. مثلا بعض از علما شما میشنوین که ذکر میکنن که روزه وسیله صحت است. و این را بعض بحثا را میشتن بتلی کنن و یک حدیث هم عرض میکنن که سوم و تصح خود. لیکن در اینکه حدیث ضعیف است ما این را قبول دارم که روزه صحت است بدون شک. این حدیث ضعیف است رفت شما هم میگید ضعیف است. حدیث ضعیف است. اما این حکمت را قبول دارم که روزه صحت است. اما روزه از اینکه در بالاتر حکمت را دارم. تو بلندترین حکمت شو رضای خدا است. تزکیه نفس است. پاکی نفس است. مثل که روزه ظاهر را پاک میکنه باطن را پاک میکنه. به این معنی که ما شما دائما هر چیز را میخوریم. بله. خصوص که خوبش باشه. ولی زاد به عدد چیز را داره که
این برنامه از طرف MTN ماه مبارک رمضان را با کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد. MTN با شما در همه جا. همتنان عزیز می توانند انواع تولیدات شرکت افغاندوست را ارزان با کیفیت و حلال به دست بیاورند. رمضان مبارک برای شما تقدیم گردید.